اگه تا حالا هرمز نیومدین این ویدیو واسه شماست. هرمز یکی از جزیره‌های زیبای خلیج فارس است. اینجا فرودگاه نداره، ماشین هم نمیتونید ببرید، باید از بندر عباس یا جزیره قشم سوار شناور یا قایق بشید و به هرمز سفر کنید. هزینه شناور یه چیزی در حدود 70,000 تومان بود و هزینه قایق چیزی در حدود 100,000 تومان. پیشنهاد من اینه قایق رو امتحان کنید. 30 دقیقه از قشم به هرمز با قایق طول میکشه که تجربه جذابی است. وقتی به هرمز رسیدید و از اسکله پیاده شدید، جایی که شناور و قایق شما رو پیاده میکنه قسمت شهری هرمز هست. ما قایقا ما رسیدیم هرمز. اینم ورودی جزیره هرمز. اگه وسایل زیادی همراهتون نباشه میتونید پیاده به اقامتگاه یا هر جایی که برای اقامت انتخاب کردید برسید. هرمز تاکسی نداره و کلا وسیله نقلیه هرمز همین موتورای سه چرخ. میرسیم به بخش اقامت در جزیره هرمز. واسه اقامت چند تا آپشن دارید. اقامتگاه اکثرشون توی بافت شهر هستن و قیمتشون چیزی در حدود شبی 300,000 تومان برای هر نفر هست که معمولا باید از قبل رزرو کنید. توی گوگل یا اینستاگرام سرچ کنید، خیلی راحت پیداشون میکنید. اکثر اقامتگاه هرمز فضای سرخپوستی داره و تجربه خیلی باحالی هست. دومین جایی که میتونید برید اینه که سویت اجاره کنید که به نسبت اقامتگاه هزینه کمتری میدید. قیمتاشون هم یه چیزی بین 300 تا 500,000 تومان واسه کل سویت هست، نه به ازای هر نفر. سویت ها خیلی تمیز نیستن ولی خب اگه بگردید میتونید چند جای قابل تحمل هم پیدا کنید. سومین جایی که شما میتونید اقامت کنید هتل است. هرمز یه هتل داره که از قیمتاش اطلاعات دقیقی ندارم. چهارمین گزینه اینه که کمپ کنید. خیلی ها به جزیره هرمز سفر میکنن فقط واسه کمپ کردن و تماشای طلوع آفتاب. میتونید با یه چادر و کیسه خواب توی یکی از ساحل‌های هرمز کمپ کنید و لذت ببرید. اگه جایی هم بلد نیستید فقط کافیه یه موتور سه چرخ سوار شید، اون شما رو راهنمایی. خب میرسیم به مکانهای دیدنی هرمز. واسه دیدن مکانهای دیدنی هرمز باید دور تا دور جزیره رو بچرخیم. واسه این کار میتونید یه موتور سه چرخ بگیرید که از نظر خودم به صرفه ترین کار است. تو مدت 4 ساعت شما رو دور تا دور جزیره میگردونه و سواحل و جاهای دیدنی رو بهتون نشون میده که داخل هر مکان توقف کامل میکنن تا شما بتونید به راحتی از اون مکان دیدن کنید و عکس بگیرید. این معمول ترین راه واسه دیدن جزیره است که هزینه هر نفرم برای موتور سه چرخ حدود 100,000. موسه میگو و نونرگاگ خاله بدر رو فراموش نکنید. شب هم که شد هلوش ساعت 10 میتونید برید کافه زاروگه و از موسیقی زنده و حال و هواش لذت ببرید. تو ویدیوهای بعدی به طور کاملتری تک تک جاهای دیدنی هرمز رو بهتون نشون میدم.